امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که اون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، گریه امام حسن چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من امروز، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول، اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن، بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشستن، نشسته نماز خوندن. روایت برد راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن به طرف منزل حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا، این صدا را همه اهل کوفه شنیدند، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن، امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از عشق، از گریهی که کرده بودن، در این روایت دارد که پلکهای حضرت مجروح شده بود در همین مدت کوتاه، اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره، تسلا دار. امام حسین رو هم حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندن. فرمود ببرید مرو اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، عشق ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا عشق دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا می دیدی چگونه زینب عشق می ریزه، موه سرایی می کنه، چه می کردی؟